معلوم نیست خونه رو با چی ساختین، تفمالی کردین، دادین دست مرد. مرد اسمی، من برای تو تیغه زدم. اینجوری می‌خواستین مشکل ما رو حل کنین؟ بعضی وقتا دلش می‌گرفت زنگ می‌زد میگفت فرام از آقا صابر بگو، از اون روزایی که تو مسافرخونه با هم بودیم. لطفاً به ایشون بفرمایین مسئول خورده اتفاقاتی که بعد تحویل هر خونه میفته به عهده کیه. نه 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 نه، دروغ، کلک زدن، سرش نشکسته، اونو ننداز گردن اونا. آدم خوبه این چیزا رو تو تربیت خانوادگیش یاد بگیره. میدونی تو این چند سال با همه بدبختیاش و بدبیاریاش سری چیزای خوبم برای من داشته. خیلی دلم میخواد بدونم این صداها رو برای چی ضبط میکرده. تا الانم اگه هیچی بهت نگفتم فقط به خاطر اینه که مامانم گفته یه جوری نگو که بهزاد ناراحت بشه. برام خیلی عجیبه، چرا یه نظرت اینقدر عوض شد راجع به حسام؟ اولین حقوقتو که گرفتی من دیگه دست به سیاه‌سفیدم نمیزنم، میشم منشی مخصوص پسرم. دارم با جدی حرف میزنم. منم دارم جدی میگم مادر، اگه کار نکنم که باید دستمو جلوی هر کسی دراز کنم. آخه مگه حقوق بازنشستگی بابا؟ حقوق بازنشستگی بابات فقط کفاف آب و برق و گاز و تلفن رو میده. من وام گرفتم دارم قسط میدم. آخه مگه چقدر خرج یه نفر آدمه؟ واسه چی خودتو گذاشتی زیر این همه بدهی و قسط و وام؟ تو به کار من چی کار داری؟ آخه داری خودتو اذیت میکنی. آدم تا زنده است باید کار کنه. من الان دارم کار میکنم، دلم نمیخواد شما کار کنی. کار کردن که آر نیست مادر، آدم عادت میکنه، بهتر از تنهایی و بیکاریه. تو فکر کردی این چند سال خرج دانشگاهی تو رو من چجوری دادم؟ با همین کار دیگه. اگه اون مختاری نامرد دارو نداره بابا تو بالا نمیکشید، شاید منم الان یه زندگی دیگه ای داشتم. تو این مدت خرج دانشگاهمو اینجوری میدادی؟ اینو نگفتم که منت سرت بذارم، فقط گفتم که حواست جمع باشه، زندگی خرج داره مادر، سخته. بچسبی به کار و شرکت و پوران خانم، به تریج قباتم بر نخوره. باش بیا اینجا ببینم، باش. یه دیگه بی کمک من. اینا رو بچین توی سینی، فاصله بذار که تو پخت باد میکنه نچسبه به هم. بیا مادر. لیا سلام. سلام، صبحونه خوردی؟ میل ندارم. دیشبم که شام نخورده خوابیدی. میرم شرکت یه چیزی میخورم. نمیخوای بگی دیشب چتون شد یهویی؟ چیز خاصی نشده، کم حالم بد شد. خب خوب بودین که 20 دقیقه نشده برگشتیم چون ربولوچه آویزون اومدی. از چیزی حالت بد شد؟ چیز خاصی نیست. هم به خاطر هیچی جواب تلفناشو نمیدادی؟ چیزی بهت گفت؟ تو چقدر یادمو میشناسی مامان؟ من همون اندازه که تو میشناسی. چطور؟ قبل از اینکه از ایران بره حرفی، چیزی، اتفاقی که من ندونم. چرا دیشب میگفتی دلشوره داری؟ کسی از که نخواد ما دوتا به هم برسیم؟ ممکنه بهزاد. تو اول بگو چی شد؟ تا سوار ماشین شدم دیدم یه پاکت پشت برفا کنه. خب ماما من بعد با حرف میزنم. شب میام خونه. فعلا خدافظ. لیا
چیکار داری میکنی؟ هیچ. چیزی شده؟ خب بیاد ببینه به وصلش دستدی ازت دلخور میشه دیگه. تو چرا از خونه نمیری بیرون؟ یعنی قرار نداشتی با رفیقات؟ هر روز سقف یکی از واحدا میریزه. اینو ببینید، این الان سقف خونه یکی از واحداست که ریخته رو سر بچهش. بچه رو میبینی بنده خدا؟ خدا خیلی رحم کرد، خدا رو شکر خوبه. به خدا دیگه خسته شدیم، هر روز تو خاک و خون کلافه شد. آقا، آقای مهندس. بفرمایید. سلام. سلام. ما الان یک ساعت اینجا منتظرتون هستیم. شما؟ همسایه آقا هاشم هستیم. دیروز تشریف آورده بودید مجتمع. آها، خوبین، در خدمت. مثل اینکه قرار پیگیری کنید ببینید مشکل ساختمون چیه. خب مگه حل نشد؟ نه آقا، کجا حل شده؟ آقا هاشم که اومده رضایت بده. اینجوری رضایت مشتریاتون رو جلب می‌کنید با وعد وعید و حق و حساب؟ اینکه ما قسط آخرمون رو دیرتر بدیم یا یه چیزی رو به عنوان صدقه از شما بگیریم، به نظر شما مشکل ساختمون حل میشه؟ ما دیگه چجوری میتونیم توی این خونه زندگی کنیم؟ خانم، من همه تلاشمو کردم. مهندس ساختمون شما یه نفر دیگه است. از دست من کاری برنمیاد. آقا هاشم هم که حرفی نداره. آقا هاشم فقط فکر خودشه. به ما کاری نداره. خب این دیگه به من ربطی نداره. با اجازهتون. آقای مهندس، ریحانه گفت شما با بقیه فرق دارید. یکم انصاف دارید. برای همین ما اومدیم سراغ شما. دیگه نمیدونستیم که دستتون با بقیه توی کاسه است. واقعا زن و بچه مردم برای شما اصلا اهمیتی نداره؟ گور پدر ما؟ مگه خودتون به ریحانه نگفتید مشکلش اساسیه؟ اینجوری نمیشه که بیاین دلشوره بندازین تو دل ما و بذارین برین. تشریف بیارید. سلام مهندس. سلام. 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 چی گذاشتن اینا؟ مشکل داره این ساختمان دیگه مهندس، مشکل داره. دفعه اومده مهندس رنج بره بود. کندنش یکیش بخور تو سر خودش، بگو مواظب باشه. اصلا چی میگه؟ خودش مهندسه. چی شد؟ اینجوری فایده ای نداره، باید درست حسابی بررسیش. خب لطفاً درست حسابی بررسی. نه، باید آقا هاشم بیاد، اول ازش اجازه بگیریم این سقف رو خراب کنه، ببینیم اون پشت خبره. یه حدث اشتباه میزنم، بعد شما فردا دست من ناراحت میشی. ببخشید مزاحم شدم. آقا هاشم هم بگین اگه نیاز داشت بیاد شرکت، من چند نفر رو بفرستم برای بررسی بیشتر. شوهرم نمیاد. خب من که نمیتونم دست بزنم به چیزی. من ازتون درخواست میکنم سقفو بکنید. آخه ببینید، من ازتون خواهش میکنم سقفو خراب کنید، بفهمید مشکلش چی. ریحان، اگه هاشم بفهمه بیچارت میکنه. اشکال نداره، خودم خرجشو میدم. آقا لطفاً خرابش کن. الان خرابش کنم؟ بله لطفاً همین الان. ببینید، این خونه فقط سرپناه من و خانواده‌ام نیست. این خونه تنها یادگاری کس بدارم برام. آخه من الان اجازه ندارم این کارو بکنم. اگه نگفتی شما اصلا در جریان این ساختمون نبودی. این خونه داره خراب میشه سر من و بچه‌م. من این همه گشتم مهندس پیدا کردم بیاد به من بگه مشکلم چیه. آقا حق و زحمه شما هر چی بشه به خود و سر چشم پرداخت میکنه. فقط راست و حسینی به من بگید مشکل این ساختمون چیه. من و بچه‌م داریم توی ساخته و زندگی میکنیم. شما اگه خانواده خودتون توی این شرایط بود میذاشتید اینجا زندگی کنه؟ باش. جواب نیست رو به من میدی که تو فردا اگه اساسی تا زیاد باشه میذاری پشت در احوالی مردم، چون کفشت میذاری پشت در خونه مردم. آیا من که معذرت هایی کردم از شما آیا اتفاق جالب همسایی گیری یه لحظه یه لحظه آیا سلام بزنگ. سلام آقا من میگم شما اگه پولو بگی باشه خود شما باشه 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 تو برای نخده شما چه خبره؟ چی کار داری میکنی اینجا؟ میگم چی کار داری میکنی اینجا؟ باید میکندیم ببینیم اون پشت مشکلش چیه. من به تو گفتم مشکل رو پیدا کن؟ من ازشون خواستم. تو حرف بزن. با
چه اجازه ای با چکش افتادی به جون خونه من؟ من ازشون خواستم. خواستم ببینن مشکل چی؟ تو خیلی بیجا کردی. بابا بتون این سقفا. بیا برو بیرون آقا. اجازه بده برات توضیح بدم. میگم بتون این سقفا مقاومتش کمه. آب بهش بخوره پوت میشه. میری بیرون یا با لگد بیرونت کنم؟ بیا یه چای بخور. چرا؟ وای. یه پایین ببینم. هاشم پایین. نکن. هاشم برش کن. بیا میگم برات چرا؟ چرا دست به خون مردم میزنی؟ هاشم میگم برات چه خبر؟ خون ما چی میگه؟ تو فکر کن مرد نداره که سر تو انداختی اومدی تو. یه لحظه وایس من برات توضیح بدم. برش کن با این. دست تو بکش. بابا. من چه ربطی داره؟ ببخشید هر اتفاقی تو این خونه میفته مینازی گردن من. خورش رو سر من میزنی. ازم گرفتی ارسی آقا جونم ازم گرفتی مهریم ازم گرفتی که برام خونه بخرید. این اون خونه بود که قرار بود بخرید. بدبخت، این خونه خیلی بهتر از اون زیر زمین نمور داداشته. تا دیگه منتش هم سرمون نیست. من به شما از همون اول نگفتم اون کتو بده من برم. من از شما معذرت میخوام آقا. خواهش میکنم تو رو خدا بمونی تکلیف این خونه معلوم بشه. ریحان زشته، بس کن تو رو خدا. اینجا رو چند خریدی ها؟ فکر کردی من خرم؟ با اون همه پول تو این خونه رو خریدی؟ نه ببخشید، بعد یه پنت هاوس میگرفتم تو نیاورون. آقا الان چیزی نشده که، مگه نیومده شرکت ببینی اینجا چه خبره؟ باز که تن لشه جلو چشمه. من اینجوری حرف نزنم. بابا برو بیرون. اینو ببرین دیگه. برو بیرون. زندگی منو چونه بچه چه معامله ای؟ مهندس چیزی شده به ما نمیگی؟ مگه ندیدید هواش؟ من چه معامله ای کردم؟ بعد کردم رفتم صحبت کردم واسه قسطات که بدبخت بعدش مجبور نشی دو دستی بکوبی تو سرتو شب تا صبح پای این چرخ خیاطی لکنتی کار کنی تازه بچه‌ت هم بیشتر ببینی؟ یعنی میخوای بگی من بچه‌م برای تو مهمی؟ بله مهمی. خب اگه مهمی بذار مهندس بیاد چک کنه بفهمیم درد این خونه چیه. زن تو دیوانه ای؟ اون چی کار است؟ من با مهندس اصلی حرف زدم، قراره بیاد همه مشکلاتمون رو حل کنه. همه مشکلاتمون رو حل کنه ها؟ اگه قرار همه مشکلاتمون رو حل کنه چه کسی میلیونی برای چی به تو داده؟ مهندس منصوری به شما چک داده؟ بله. آخه عاشق چشام رومونه. اگه مشکل هات نبوده برای چی به شما چک داده؟ ببین چرا نمیری؟ به والله میزنم قلم پاتو میشکونم. بابا لطفی اینو ببر. آقا رامین ببرش. برو دیگه. نه خیر آقا جان، نمیخوام. ای کی دیگه میخرم اصلا؟ اون چیزی که زیاده تو بازار مساله و مساله فروشه. الان چیش خوبه؟ مثلا قیمتش ارزون تره که بیادش بهتره. ببین میلگرد الان تو بازار چنده؟ آفرین، این داره با ما چند میگه. ای بابا میخوام 100 سال سیاه کنار نیاد با مون. بابا اوضاع داغونه و از خراب خودش هم میدونه. الان ببین همه دارن مدت دار جنس میدن، این منت چیه داره میذاره سر ما؟ شما هم بخیر. باشه سلام. این نقشه که امپاسی سرم چیش به هیچیش نمیخوره. اون اصلا معلوم نیست لابیه راه روه، نه جای مد داره نه جای گیت داره. سلام خانم. خانم مهندس ببخشید. بله شما این نقشه رو دیدی؟ مورد تاییدتونه؟ نه متاسفانه هنوز وقت نکرد. سفر مهندس این اتاق مسترش در نیومده که ستون افتاده جلوی در. مثلا یه چیزه بیم مثلا علیه یه تیکه از دومت سمت پرتی داره. خب الان شما میگین چیکار کنیم؟ اصلا با این وضعیت که شهرداری به ما تاییدیه نمیده. آره من هم فکر نمی کنم. شما اجازه بده من یه نگاهی بهش بندازم ادیتش میکنم دوباره برات میفرستم مورد تایید بود بینیم میره. آره حتما دستتون دردن. خیلی خب سلام. سلام علیکم. دیشب تو کجا بودی؟ سمت خونه ما نیومدی؟ نه چطور؟ راستشو بگو. من برای چی باید دروغ بگم؟ خدا رو شکر نه مهمونی دعوت بودم نه شام جایی بودم. نشسته بودم بر دل بابای مریضم. اگه چیزی میدونی که میخوای من بفهمم اصلا نیازی به قایم موشک بازی و این حرفا نیست. روکو بوسکنده بهم بگو. در مورد چی؟ هر چی. من حسام. آها نه هیچ مورد خاصی نیست. من اصلا به شما فکر نمی کنم. هر کاری دلتون میخواد بکنید. بهزاد. بله. من دیروز عصبانی بودم بعد با تو حرف زدم. ببخشید.
ببخشید. خانم ببخشید. بله بفرمایید. خانم رنجبر؟ بله خودم هستم. آقا پسرتون خونه است؟ حساب؟ نه سر کاره. کی برمیگرده؟ شما؟ کارش دارم. چی کارش داری؟ دوستش هم کارش دارم. شب میاد. میشه شماره موبایلشو بهم بدین؟ والا من شمارش حفظ نیستم. تو دفترچه یادداشت کردم، باید برم بیارم. میاریم برام؟ خیلی خوب مادر. وای سلام میام. پوران خانم سلام. منصورم سلام. ببخشید مزاحمتون شدم. من خواهش میکنم. بله بفرمایید. بفرمایید. دست شما درد نکنه. دیروز اومدم زنگ خونتون رو چند بار زدم، مثل این که سرتون خیلی شلوغ بود. ببخشید. بله بله این روزه یکمی چایی هم براتون نیاوردم. نه دونه خدا. بشین بشین پوران خانم، من اومدم یه دو کلم با حرف بزنم. خواهش میکنم. خیر انشالله در خدمت. اگه شما رضایت بدین خیره. چی رضایت بدم؟ اون شب من زوغ زده شده بودم، عجله کردم، یه چیزی گفتم انگار شما ناراحت شدین. عذرخواهی میکنم، ولی امروز اومدم که ازتون اجازه بگیرم رسمت خدمتتون برسیم. قدمتون رو چشم منصور جان. ولی من واقعا نمیدونم این همه عجله برای چیه. عجله برای کار خیره. میدونی که این دوتا همدیگر رو دوست دارن. بچه های هم مثلا که به روی خودشون نمیارن، به خاطر اینکه خیلی با حجب و حیان. ولی ما که دیگه بچه هامونو میشناسیم، میدونیم چقدر به هم میان، چقدر به هم علاقه دارن. گفتم که اگه شما اجازه بدین بهتره که زودتر تکلیفشون روشن بشه. ما هم که سالیان سال همدیگر رو میشناسیم، مگر اینکه شما از نظر خانوادگی حرفا چیه؟
به خدا حسام بچه خوبیه، بچه سر به راهیه. من از دار دنیا هم یه دونه بچه رو دارم که البته یه خیر ندیده نذاشت زندگیمون سر و سامون بگیره. مهندس داره کار میکنه تو شرکت خودت، این همه بهش لطف کردی. من قول میدم وقتی سر و سامون بگیره ماشین میخره، خونه زندگی تشکیل میده، خودشه میکشه بالا. مشکل من این چیزا نیست. پس مشکل چیه؟ دوستی و رفاقت یه چیزه، ازدواج یه چیز دیگه. من زیاد مطمئن نیستم دوتا به درده هم بخورم. به خاطر گذشته حسام این حرفو میزنی؟ لایا هیچی نمیدونه. حالا بچه بود یه غلطی کرد، خودش هم پشیمونه. شما هم که این همه لطف کردی بهش، مگه نمیگفتی به اندازه بچه خودت دوستش داری؟ هنوزم میگم. پوران خانم، من دلم میخواد تا زنده هستم عروسی بچه‌مو ببینم. باباش که عمرش به این دنیا نبود. حداقل دلم خوشه بچه‌م تو این خانواده عاقبت به خیر میشه، زیر سایه شما. دوبار با خرج خودم کارگر گرفتم، کفمو تعمیر کردم. حق داره بنده خدا، دخترونم جای دختر من، هر کی جای اون بود زمین و زمانو به هم میره، خدا شاهده. ببین لطفی، اینا رو ولش کن، تو فقط یه توکه خواب یه خونه ما، برو اتاق خواب نگاه کن، انگار یه دونه فوتکار رشته دست یه دختر بچه مگه یه ترکار برای خط خطی کن. همین آسانسور یه سال اومدیم اینجا برای رضای خدا یه 3-4 هفته درست کار نکرد. آقا من خودم همین چند روز پیش رفتم یه برقکار پیدا کردم آوردم، بلکه سیمکشی این ساختمون رو درست کنه. میری برق آشپزخونه رو بزنی، برق دستشویی روشن میشه، دستشویی میزنی کولر اتصالی میکنه. ای بابا خانم، خونه ما هم همین جوریه، یعنی اوضاع ما بهتر از اوضاع شما نیست. حالا این مشکلات همه رو میشه حل کرد، مشکل اصلی جای دیگه است. چیه؟ مهندس میفرمایید که ساختمون از ریشه مشکل داره، تمام این توتون موتونا قلابیه. من هم حرفی نزدم. مهندس شما بالا هم حرفی نزدی به من؟ من گفتم بعد نیست بررسی بشه، خطرناک نباشه. یعنی چی خطرناک نباشه؟ یعنی ببینم این ترک ها و نشست خونه واسه همینه؟ من نشست کرده. آره دیگه حتما داره نشست میکنه که تمام چارچوبای در داره از هم جدا میشه. بابا این قضیه رو الکی گنده نکنید، بذار من به کارم برسم. مهندس گنده نکنید که خب عزیزم، ما زن و بچه‌مون این بالا زندگی میکنه، اگه اتفاقی واسشون بیفته شما که گردن نمیگیری چیزی رو. اینهاش اینا آقا هاشم، شما به ما بگو ما چه جوری به سرمون میگیریم. آقا به من هیچ ربطی نداره، من باید برم سر کار. هاشم زن و بچه ما برات مهم نیستن، سارای خودت هم واسات مهم نیست. گفتم به من ربطی نداره. هاشم چرا اینجوری میکنی؟ یه تیکه پول گرفتی چشتو رو همه چی بستی؟ او درست نیست. ببین آقا جان اینجوری فایده نداره. جناب زنگ نشه. الان ما هم میریم زنگ بقیه اهالیو میزنیم، میگیم تشریف بیارین پایین، یه تصمیم قطعی بگیرید. چه تصمیمی؟ نمیشه که دست رو دست گذاشت که این ساختمان بیخش مشکل داره. یه تکون بخوری یه زلزله بیاد همش آوار میشه سرمون. آقا میشه شما تو دل این بنده خدا رو خالی نکنی؟ آقای مهندس شما تو این چند سال اخیر ندیدی چند ساختمون رو سر اهالیش ریخته؟ چرا همه ما فکر میکنیم که این اتفاقات فقط برای دیگرانه؟ بریم جناب زنگنه، بیا بریم. آقا بیا بریم جناب زنگنه، بیا بریم. بیخیال شو لطفا. برای چی بیخیال شو؟ آقا برای چی شو نمیدونی؟ نه من هیچی نمیدونم عزیز من. من بدبخت بیچاره فلک زده این ساختمون رو گذاشتم برای فروش، پس فردا میفهمن که این ساختمون مشکل داره چه میفته من بیچاره میشم دیگه، دوزارم نمیخرن. آقا تا کی من این چیزا رو بعد به شما یاد بدم؟ راست میگی آقا، تو دار دنیا ما این چهار دیواری. به به انصافتون رو شکر، من میرم زنگ آتا بکی چه خبره اینجا؟ چی میگن اینا؟ نمولا همون ساختمونن که سقف توالت شما پایین دیگه. آقا سفر ای هم دارن بیشتر میشن. آقا فقط هم رنجبر میخوانه، مهندس رنجبر، مهندس رنجبر. با دوستش دارم. سلام علیکم. خواستم راجع به این قضیه بود. من خیلی کار دارم حسام. هر حرفی داری بذار واسه بعد. این ساعت هم ساعت سر کار اومدن است. من صبح اینجا بودم، رفته بودم خونه هاشم. اونجا برای چی؟ صبح دو نفر اومده بودن اینجا، منم مجبور شدم برم خونه‌شون رو ببینم. همسایه‌ام همه اومده بودن پایین تو حیاط. یعنی هزاری هم که ما حرف بزنیم شما باور نمی‌کنید. فکر می‌کنی دشمن این شرکت. بابا پی اینجا رو ما خودمون گذاشتیم. ببین چیکار کرده آقا حسام. رفته سر ساختمون، با
تفکرشون کرده، گفته ساختمونتون ایراد داره. اینا هم ریختن اینجا. من نگفتم بیان اینجا. وقتی هی میری آب میریزی تو لونشون، زیر گوششون میخونی ساختمونتون مشکل داره، دیگه توقع نداشته باشین و بشینن دست رو دست بذارن هیچ کاری نکنن. مگه نگفتم دیگه پی ماجرا این ساختمون رو نگیر. بابا من فقط میخواستم ببینم. من فقط میخواستم. آخه تو چیکارای این مملکتی دخالت میکنی تو کار ما؟ بابا من رفتم یارو رو با هزار زحمت خام کردم، رام کردم، بعد ایشون ناراحت نشی اما واقعا خیلی آماتوری. الان چی میخوان اینجا؟ نمیدونم اینا. یعنی چی نمیدونم؟ پس کی میدونه؟ ببین یعنی سه روز نشده تو اومدی تو این شرکت، ببین چی کار کردی. چیه درد و مرز این ساختمون که ولش نمیکنی؟ به من هیچ ربطی نداره، منو دخالت ندین. گندی که خودتون زدی خودتونم جمعش کنی. همسایه ها میخوان که خودت نزدیک بیای ساختمونو ببینی. لیا نمیخوای با من حرف بزنی؟ در مورد چی باید حرف بزنم؟ در مورد دیشب. حالم خوب نبود نیومدم. اینقدر حالت بد بود که نمیتونست جواب تلفن منو بدی. خب خانم مهندس تشریف آوردن، بریم سر ساختمون ببینیم مشکل چیه. بریم سر زنگنه میخواستن زنگ بزنن به همسایه ها، همسایه ها خبر کنن بیان پایین، ولی من گفتم صبر کنید بریم با خانم مهندس صحبت کنید ببینیم آقا چرا حالی پیدا شده. خانم مهندس الان داشتی از طرف شریف رو پیش میاد که سابقه هم نداشتی. سلام. اومدیم با اجازهتون ستونه سقف دستشویی ببینیم. خانم مهندس هم آوردن خودشون از نزدیک چک کنن. که چی بشه چک کنن؟ همسایه‌ها شکایت داشتن، گفتم خودمون بیایم ببینیم دیگه خیال همه راحت بشه. این همه واحد، ببین یه جای دیگه رو ببینی. خب هاشم جان سقف خونه تو ریخته. باید ستونو معلوم باشه تا بتونن این نظری بدن. من روشو گچ کشیدم. ببین یه جای دیگه رو خراب کنید اونجا رو ببینید. دو ساعته مگه خودت نگفتی بیا مشکل ما رو حل کن؟ مشکل حل شد، دست شما درد نکنه. آقا یه لحظه وایسا، من میتونم با خانومتون صحبت کنم؟ با خانوم من چیکار داری؟ نیستم. آقا فقط شما نیستی که، جون بقیه همسایه‌ام در خطره. دست تو بنداز. نیستن دیگه. ولکن بابا، اینا همش بازی این فکر کرده ما خریم. این تا دیروز خودش شاکی بود، حالا مشکلش حل شده، نمیذاری یه نگاه تو خونش بندازیم. مگه میشه؟ چی داره میگی شما؟ آها، یعنی الان حق و حساب پیش دادید ما رو راه نمیده تو. غیر از اینه. صبر کنید ببینم، این اصلا رفته بود بیرون. کی رفت به این خبر داد که این بودو بودو اومد؟ شکایت میکنیم. بابا نذارید بره. خانم مهندس، خانم مهندس بره شما رو حرف چیکار کنی؟ یه دقیقه وایسا. بابا اینجوری ول کنی بری مشکل حل میشه؟ بدتر شک میکنم بهت، فردا همه جلو شرکتن. چیکار کنم؟ وایسا من چی دلشون میخواد بگم؟ تو میدونی بهزاد چجوری این هاشم رو راضی کرده؟ چجوری؟ زنش میگه کلی پول و وعده وعید بهش داده. چرا باید همچی کاری بکنه؟ وایسا به این نتیجه برسونیم کارو، بعدش هر کاری دلمون خواست میریم انجام میدیم. بنده خدا کلی پول دادن خونه خریدن، فکر میکنن کلا رفته سرشون. تو هم که داری حرف اونا رو میزنی. آیا تو چت شده امروز؟ چرا با من اینجوری برخورد میکنی؟ اون از حرفای دیروز زدین از امروزت. تو با من میای یا برم؟ بابا یکی از همسایا داره میگه اون زیر زمین بعضی از ستونا سقفش گچکشی نشده. حداقل میتونیم بریم یه نگاهی بهش بندازیم. اگه با نگاه کردن چیزی معلوم میشه که بریم نگاه بندازیم. تو که میگی مشکلی نیست. پس همسایا‌ام بیان ببینن، دست از سر ما بردارن.
خانم محمدی، خانم محمدی، خانم محمدی، بله من تمام مدارکش الان دست منه دیگه، دارم نگاه میکنم همش تایید ناظر داره، مارکش بتون اونا نقشش هم حاضره بگیرم. پلیس؟ پلیس برای چی جسم؟ نه میارم مشکل نداره، فقط خواستم باش من دارم راه میافتم دیگه. آره بله بله چشم، خداحافظ. یه عجله داره دیگه چیکارش کنه؟ خانم مهندس بود این ماجرای کولیس مولیس چیه؟ نمیدونم مهندس، به من گفت بیار فقط هم. خب چرا به تو زنگ زد؟ برای خودم هم عجیب بود، نمیدونم. بره خانم میخواییم بریم؟ مهندس بخشا بهزاد تو اینجا چی کار میکنی؟ معلوم است اینجا چه خبره؟ برداشتی پول دادی به این آقای محمدی؟ آره من خودت نگفتی رضایتشو بگیرم که نره ازمون شکایت کنه؟ مگه اینجا مشکلی داره که اینجوری بخوایم راضیش کنی؟ چه حرفیه میزنی لیا، معلومه مشکلی نداره، بابا خام حرفو این پسره نشو. معلوم میشه، گفته بودم وسایل عطابکی بیاره. خودم آوردم، خودم کارشو انجام میدم. اگه بهت میگفتم اینجا مشکلی نداره، الکی درد سر درست نکن، بمیگری من یه ریگی به کفشمه. لعی خانم، مهندس خانم، با تنابه پوسیده این پسره نرو تو چا. اگه مشکلی باشه اونی که خطا کرده میره تو چا، نه من. باشه، میفهمم. شما لطفاً ما بگو اینجا چه خبره؟ چند لحظه صبر کنیم؟ یه چند لحظه که همش ما داریم صبر میکنیم، هیچ خبری هم نیست. خانشون به شما چیزی متوجه نشدی؟ نه من به لطفه فکر کنم یه خبری هست که مادرش بیخبره. این در دیوارایی خراب نمیشه؟ نه خیالتون را اینا چیه؟ شما کاری به این کار نداشته باش، مگه نمیخواستیم مقاومت ستون رو بسنجیم؟ بزن شیش و نیم این همون مهندس هست که پول داده به هاشم آقا. مطمئنی؟ آره بابا، خود زنش بهم گفت. مگه این مهندس منصوری نیست؟ چرا خودشه. خانم ایشون قرار بود بیه ستونان رو بررسی کنه؟ بله. نه خیلی اینجوری فایده نداره. چرا؟ چون ما به این آقا اعتماد نداریم. به کی اعتماد نداریم؟ به شما. خیلی خوب این همه به کپیه تا اینجا آخرش دو قرتونی میشونه ماهیه. بری در کاری میخوایم بکنیم تا من ایش رفتی نداشم. یعنی چی؟ وسایل چرا جمع میکنی؟ یعنی اینکه مگه دنبال آدم کاربلد نیستیم؟ برید پیداش کنید. برید کنار، احساد کنار، کنار آقایون خانوما، کنار. حسام تو بلدی با اینا کار کنی؟ آره بلدم. ولی شما به این آقا اعتماد داری؟ نه یا بهزاد برو وسایلو بده به حسام. Thank you.
دست مادر من لطفاً آقا مهندس جون قربونت برم لاغر بگو نتیجهش ما هم بدونیم. ببینید طبق نقشه این ساختمون هیچ مشکلی نداره. خیالمون راحت؟ بله خیالتون راحت. لازم نیست جای دیگه رو چک کنیم؟ نه لازم نیست. ببینید این ستون اصلی ساختمون وقتی این هیچ مشکلی نداشته باشه یعنی بقیه ستون هم هیچ مشکلی ندارن، خیالتون راحت میشه. همسایه‌های عزیز دیدین هیچ مشکلی نداره، ازتون خواهش میکنم دیگه این تلاشی نکنید. دوستای عزیز بهتون ثابت شد یا همیز بازم میخوایی ایراد بگیریم بری کنم آمان بابا مهندس جان یه لحظه بایی سر مهندس خانم مزدور خانم مزدور رحمت بشه مهندس خدا رو شد واقعا خدا رو شد من یکی که مونده بودم اگه این ساختمون یه مشکلی داشت مهندس من چه خاکی باید تو سرم میریختم. خواهش میکنم دست شما درد نکنه. من میگم واقعا مهندس خیالم راحت بزرگی کردی دست درد نکنه. از شب سر راحت بگیریم خدا خیرتون. آقای مهندس یه لحظه تشبیه بیاریم. باز دوباره این با اون چی کار داره؟ رفت که حالت گذاشت. همه کار این ساختمون خودت انجام دادی؟ بله. راستی چیزی یه عذرخواهی بده کاری ها به من که نه، من همیشه باید ببخشم به بچه شرکت. این چیه؟ بعد نیست نگاهی بهش بندازیم محاسباتی که اون پایین انجام بدن ببین مشکلی نداشته باشه. هیچ مشکلی نیست خیالت راحت. میدونی جون چند نفر در خطره؟ چی خطر چی؟ من نمیفهم چی میگی واقعا. فردا میای شرکت سیر تو پیاز قضیه رو واسه لعیا توضیح میدی. اون کسی که باید عذرخواهی کنه من نیستم آقا رضا، شمایی. مهندس ناظر این پروژه کی بوده؟ اونم با پول خریدیش؟ شرم